سلام به دلهای پاک شما و نگاه های مشتاق شما و سلام به اون آتشی که در دل شما افروخته است از عشق به زیبایی و نیکویی و دانایی. آتش عشق است که اندر نی فتاد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است که اندر نی فتاد، جوشش عشق است که اندر می فتاد. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. الحمدلله که این آتش روشن. در یکی از دانشگاه اروپا شعر خوندم از ابن فارز مصری که مضمونش این بود که اگر یه بوی از این شراب ولو ابقت فی الشرق انفاس و طیبها، اگر که نفس رحمانی و پاک این شراب از مشرق وزیدن بگیره و فی الغرب مذکومون، و در غرب یه آدم زکامی باشه که رایحه خدا رو احساس نمیکنه، چون هم زکام میشه بوی عشق رو نمیشنوه، لعاد له شم، دو مرتبه شامش به دست میاد. و این رو من تجربه کردم که بوی شراب مولانا و شراب شیخ محمود شبستری رو اونجا بردیم و توضیح کردیم و زکامشون برطرف شد. بنابراین راسته که اگر این شراب به غرب برسه، من فکر میکنم که خاک تبریز رو سرمه چشمشون بکنن اون کسانی که بشناسن که اینجا کجاست. و انشالله من که خودم رو زناربند این معبد عشق و معبد معرفت و حکمت ایران اسلامی میبینم، خادم ناچیزی هستم، شأنی ندارم. شأن رو شما دارید که عشق در دلتون هست. منم البته به عشق شماها صحبت میکنم، اما گاهی که دوستان ابراز لطف میکنن حقیقتا شرمنده میشم، برای که من معلم ادبیاتم، یه مقدار شعر بلدم، یه مقداری آیه و حدیث بلدم، یه مقداری حکایت و قصه بلدم. اینا رو از فرهنگ خودمون از جایی نیوردم، اینا رو آوردم و نثار میکنم به اون کسانی که وارث این فرهنگ هستن، مال شماست. ولی وقتی که در شما این عشق و این شور رو میبینم، اونجاست که منو به اعجاب میانگیزه، برمیانگیزه که در کجای دنیا این همه دانشجو حاضرن بیان بشینن با این عشق و با این اشتیاق از فرهنگ خودشون حرف گوش بکنن. بنابراین آفرین بر شما، شما مردم پاکدل با ذوق، اهل اخلاص، اهل دل و عاشق خدا. هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید. و امروز با اینکه موضوع صحبت ما غرب پژوهی و این سمینار غرب پژوهی هست و البته ما از اونجا صحبت خواهیم کرد، ولی اجازه بدید که اول بگم که مولانا شما رو به یه ضیافتی دعوت کرده. اون ترک یغماگر که دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، و اون که مولانا گفت ترکی سحری ما را میخواند به مهمانی، گفتم که چه سرداری ما را به چه میخوانی. خیلی مولانا دعوتهایی در مثنوی هست، ببخشید در دیوان شمس، که بیا بیا که نیابی، بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری. حیات موج زنان گشتن در این محفل، خدای ناصر و هر سو شراب منصوری. هزار جام سعادت بنوش ای نومید، بگیر صد زر و زور ای غریب زرزوری. گفت که ترکی سحری ما را، همون ترکی که در
مقدمه فیه مافی نوشتیم ترکی لاابالی و شهرآشوب که نرگس مستش هزاران دشنه داشت، لعل سیرابش جهانی تشنه داشت. و اگر در اون زمان مغول‌ها حمله کردن، یک ترک یغماگر دیگری به یغمای دل و جان مولانا تاختن آورد و برقی از خیمه لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. گفتم ما را به چه میخوانی؟ قهقه زد و گفتا هی، قهقه زد و گفتا ای عاشق لر یا زقلر. گفت ای عاشق دلخسته آشفته پریشان، من تو رو دعوتت میکنم به مهمانی که بیای به یک ضیافتی که اونجا خودت بعدن بگی آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم. گر تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم. اما بسم الله رو بگیم امروز به خصوص، این سلام بود. بسم الله یک جهشی است که ما رو از شرق و غرب میبره بیرون، نه از شرق و غرب، از مکان و زمان و از همه چی میبره بیرون. یک جستنی است به قول مولانا، تازه روز و شب برون جستم چنان که ز اسپر بگذرد نوک سنان. یه بسم الله بگید، یه جهش 100,000 فرسنگی. گفتش که تازیانه برزدی اسبم بجست، گنبدی کرد و ز گردون در گذشت. که بجهیم بیرون و داستان شرق و غرب رو فراموش کنیم. اصلا داستان شرق و غرب مال جغرافیا است. ما معلم شغل جغرافیا هستی شما مگیم یه صحبت شرق میکنم غرب میکنم؟ فرهنگ و ادبیات و ذوق و هنر که شرق و غرب نداره. وقتی که بسم الله گفتی، و ادبیات همون بسم اللهه، ادبیات جهان شرح بسم اللهه، شک نکنید که جز این نیست. هر چه که ادبیات خوب در جهان هست که محبوب واقع شده و همه دلها در گروه او در قرار گرفته، همون است که نام خداست و شرح اوصاف خداست، شرح دامن دراز رحمت خداست که وسعت کل شی، چه دامنی پوشیده که کل کائنات گرفته، شرق و غرب و همه جا رو این رحمت گرفته. و بنابراین گاهی طعنه میزنن بعضی، گاهی اشاره میکنن که خود اروپایی ها گفتن که East is East and West is West، شرق شرقه غربم غربه، اینا با هم نمیرسن هیچ وقت. شرق غیر از غربه، East is East and west is west and the twain shall never meet. این دو قلو هم دیگر رو هیچ وقت نمیبینن. و این شعر رو بهانه میکنن، این شعر مال رادیارد کیپلینگ انگلیسی، بهانه میکنن که بله بنابراین ما باید حسابمون جدا کنیم. هم چیزی نیست، اون اینجا شروع میکنه، بعد اشاره میکنه که ولی در یه جای همدیگر رو ملاقات میکنن. اونجا کجاست؟ اونجا در وجود یک نازنین، یک شاعر بزرگ، یک هنرمند بزرگ، در میکلانج با هم ملاقات میکنه، در موزارت با هم ملاقات میکنه، در مولانا جلال الدین رومی با هم ملاقات میکنه، در شیخ محمود شبستری با هم ملاقات میکنه. شما اگر بدونید که چقدر کتاب راجع به شیخ محمود همین اخیرا نوشته شده، یکیش کتاب ورای کفر و ایمان، Beyond Faith and Infidelity، که به فارسی هم ترجمه شده اخیرا. و چه ارادتمندانی هستند. یک دوست امریکایی ما داریم که تمام گلشن راز رو از اول تا آخر حفظش، هیچ وقت من بیتی نخوندم که بقیهش نخونه. نه تنها از گلشن راز، از مثنوی هم همینطوره، هر شعری ما از مثنوی خوندیم بقیهش بلد. اونجا شرق و غرب نداره، اونجا رو میگن the realm of gold، یعنی سرزمین زرین، سرزمین طلا. اونجا رو بهش میگن ادبیات. در سرزمین زرین ادبیات، اونجا سعدی و شکسپیر و مولانا و ارچوت که هومر و گوته و فردوسی اینا با هم رفیقن، یه مجلسه. یعنی ما بریم تو یه مجلسی که اونجا همه اونجا حاضرن، انبیا و اولیا صدرنشین اون مجلسن. به قول امیر خسرو دهلوی گفت که
نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، همونجا بوده. به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. پری پیکر نگاری، سرو قدی، ماه رخساری، سراپا آفت دل بود شب جایی که من بودم. حریفان گوش بر آواز و او در ناز و من خاموش. حریفان گوش بر آواز و او در ناز و من خاموش. سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی که من بودم. خدا خود میر محفل بود. مهماندار کی؟ خدا. همه مهمان او هستیم. بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. اگه بر سر سفره دانته نشستین، یک چیز، یک مائده آسمانی خوردین، بدونین که اوست رزاق، چون اصلا مهمونی رو اون گرفته، یه میده ضیافت بزرگ تشکیل داده، همه رو دعوت کرده. خودش خدا خود میر محفل بود اندر لامکان. خسرو محمد محفل بود شب جایی که من بودم. اللهم صل علی محمد. بنابراین اونجا در اون محفل شما انبیا رو میبینید، اولیا رو میبینید، قدیسان رو میبینید، شاعران آسمانی رو میبینید، حکیمان بزرگ عالم رو میبینید، پاکان عالم رو میبینید. و اونجاست که اگر مدینه فاضله هست اونجاست. حالا میگن آقا این مدینه فاضله کی درست میشه؟ شما منتظر اون نشین، همین الان برید تو مدینه فاضله، برید تو اون شهر، اونجا همش مدینه فاضله است. ما امروز میخوایم یه سیری بکنیم تو همین مدینه فاضله، ببینیم اونجا چه خبره. خیال میکنن بعضی که همین اینجا ما میتونیم که مدینه فاضله رو، البته باید تلاش بکنیم که این زمین هم وارث آسمان بشه و اون چه که از خوبی و زیبایی و عدالت اینا هست اینجا هم درست بشه. ما باید تلاشمون رو بکنیم. ولی شما منتظر تأسیس اون مدینه فاضله نشین که ما کجا فرار کنیم. شما تشریف بیارین در ضیافت مولانا، در ضیافت شکسپیر، اونجا مدینه فاضل است. اونجا شما واقعا بهشت اونجاست. اونجا لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. حرف بی معنی زده نمیشه. همش سلام، همش احوال پرسی، همش تفقد، همش محبت، تمام عشق، تمام رحمته. اگر هم عذابی ذکر میشه، این برای دور کردن نامحرمه. نامحرم البته نباید بیاد اونجا. حالا من نمیدونم دو این دریای ادبیات غرب که حالا اینجا غرب پژوهی ما چیکار بکنیم؟ افتاده در غرقابه ای تا خود که دانه آشنا. از کجا شروع بکنم؟ و چه بخشی رو که اهمیت بیشتری داره برای دوستان بگم؟ اولا در اروپا کتاب‌های چاپ شده خوشبختانه به نام Great Books، کتاب‌های بزرگ در 54 جلد که شامل همه میراث مطلوب و محبوب مغرب زمینه. و من پیشنهاد کردم که انشالله در ایرانم کتاب‌های بزرگ فرهنگ ایرانی به زبان فارسی اینا هم تجهیز بشه، آماده بشه، به صورت یک سری چاپ بشه که هر کس گفت میراث ما چیه بگن این 20 کتابه. مثلا نقطه اوجش این هاست. اونها این 54 جلد رو چاپ کردن، فهرست نویسی کردن و 10 جلد هم در واقع مقدماتی نوشتن براش و اپروچ، یعنی یک آشنایی که اول شما یه مرتبه وارد خمخانه نشین، دم در یه جرعه‌ای بهتون میدن، بعد یواش یواش بیاید سر سراغ اصل کتاب‌ها. اون کار رو هم کردن و برنامه ریزی میکنن اروپایی ها برای این 54 تا کتاب. یعنی 10 سال یه جوان از سن 15 سالگی میتونه شروع کنه، چون این کتاب همش مشکل نیست، بعضش خیلی آسونه ولی فوق العاده عمیقه. مثلا آثار افلاطون اصلا مشکل نیست. کسی از آثار افلاطون فکر نکنه که ما میتونیم مگه افلاطون بخونیم. بله، یک پسر یا دختر 15 ساله که همقدر فارسی بلده و مقدماتی رو گذرونده میتونه کتاب ضیافت افلاطون رو، کتاب آپولوژی رو بخونه و تا آخر عمرش هم لذت ببره و بازم بخونه و هیچ وقت سیر نشه.
این کتاب ها رو برنامه ریزی میکنن به نام با عنوان گروپ ریدینگ، مطالعات گروهی، و این رو اسمش نمیذارن مطالعات دانشگاهی نیست، اینا مطالعاتی که دکترا میدن و اینا نیست. اون دکترا رو بریم بگیرین، البته به درد امتیازات مربوطه میخوره که بگن و از امتیازات مربوطه بهره مند خواهد شد، مثلا این ورقه رو بهتون میدن. بعضی معتقدن که برای در کوزه و این چیزا خوبه، ولی به هر حال اونو بگیرین، اون مدرکی است، شما درستونو بخونید اینا رو بگیرین. ولی اونی که انسان رو با فرهنگ میکنه لیبرال استادیز هست، یعنی مطالعات آزاد، مطالعاتی که آدم به شوق و رغبت خودش. قدیم همه مطالعات لیبرال بود، یعنی اجباری که نبود، مثلا نه کسی دفتر چیزی میدادن، مقامی میدادن. مرحوم پدرم میفرمودن ما وقتی رفتیم مشهد و اونجا خدمت ادیب نیشابوری رسیدیم، 400 طلبه صبح ساعت 7 اونجا حاضر بود. چرا؟ برای اینکه ادیب خوب درس میداد، شیرین درس میداد، مقامات کتاب خیلی مشکلی هم بود، مقامات حریری و دره القواس فی اوهام الخواص درس میداد، ولی می اومدن مشتاقانه، نه زنگ بود و نه حاضر غایب بود. اینو میگن لیبرال استادیز، اونی که قراره که به اصطلاح حاضر غایب بکنن و بعد نمره کم بکنن و بعد نمیدونم حساب بکنن و بعد چنین چنان، اونها لیبرال استادیز نیست. لیبرال استادیز که حساب شوق رغبت طبیعی خودش میاد اینا رو انتخاب میکنه و با عشق میخونه، و حافظش قوی تر میشه، دقتش بیشتر میشه، خیلی تأثیر میکنه که آدم مطالعه رو به خاطر دل خودش بکنه. اروپایی ها میگن read at whim، یعنی موقعی بخون که هوس کردی بخونید، یعنی تمام وجودت دلت بخواد اینو بخونی، اون موقع بخون، وقت اون موقع هم خوب میفهمی هم تو حافظت میمونه. بعضی دوستان ابراز لطف میکنن که شما چه حافظه‌ای دارید. من حافظه‌ام حافظه فوق‌العاده‌ای نیست، شما میتونه بهتر از من بشه. من چون عشق دارم به این حرفا و به شماها و اینکه دلم میخواد اینا رو بگم، بنابراین چون خودم لذت میبرم، میخوام لذتم با شما تقسیم بکنم. در واقع بلند بلند دارم فکر میکنم که من این چیزا رو خوشم اومده، شما مگر خوشتون میاد من به شما معرفی میکنم. خوشبختانه در عالم معنا حسادت و غیرت و نمیدونم دوئل و اونجا خوبه، که عالمی است که تزاحم نیست، هستن اونجا مدینه فاضله اونجاست، هیچ تزاحم نیست، یعنی همه رو دعوت میکنن که تو هم بیا از همین، چون پایان ناپذیره. این شراب نیست که من بخورم یا تو بخوری، شرابی است که همه اهل عالم تا قیامت بخورن، باز تموم نمیشه، باز تموم نمیشه. بنابراین اونها برنامه ریزی میکنن، یه برنامه 10 ساله از 15 سالگی تا 25 سالگی یا حداکثر تا 30 سالگی کتاب‌های کلاسیک رو و مهمترین آثار میراث فرهنگی خودشون رو می‌خونن. و واقعاً در 25 سالگی یک کسی که اینا رو خونده باشه ثروتمنده، میتونه در هر دانشگاهی به اون نیاز دارن. و من این طرح رو پیشنهاد کردم به عزیزان خودمون، به دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف، که ما باهوشی که داریم، شما حتما میدونید که ایرانی‌ها چقدر باهوشن، چون خودتون هم هستین دیگه، و حتما میدونید که چه امتیازاتی کسب کردن جوانان ما در خارج و شخصیت‌های تراز اول در هر رشته‌ای که بگید ما داریم، از ترک و فارس، از آذری و غیر آذری، در همه زمین‌ها هستن. بنابراین ما خیلی راحت‌تر میتونیم به این میراث دست پیدا بکنیم. حافظمون هم خوبه، استعدادمون هم خوبه، هوشمون هم خوبه، فقط برنامه‌ریزی نداریم. باید برنامه‌ریزی بکنیم. و من پیشنهاد کردم، چند تا پیشنهاد دارم که اول قبل از اینکه وارد بحث بشم اینا رو به شما بکنم. یکی این که اولا بیایید در خونه هاتون رو به روی هم باز بکنید. هفته یه روز بگید من میخوام زکات عمرمو بدم. بالاخره عمرم زکات داره دیگه. از هفته ای که 7 تا 24 ساعته، 2 ساعتش رو من میخوام وقف بکنم برای دیگران. برای دیگران اعلام میکنم که من روزهای سه‌شنبه، دوشنبه در منزلمون هستم. هر کی دوست داره از فامیل، همسایه، بالا پایین اینا بیان خونه ما. چیکار میکنین شما اونجا؟ ما یک چایی بهتون میدیم، مثلا یه خرمایی هم میذاریم. پذیرایی مفصل نمیخوایم بکنیم که از صبح بخواد گرفتار بشه، ولی پذیرایی معنوی میکنیم. براتون شعر میارم، جمع میکنم، میخونم، مطلبی گردآوری میکنم، میخونم، آیه‌ای براتون میخونم، یک نکته تفسیری براتون میخونم.
جمع آوری میکنم، یه هفته خودم آماده میکنم، یا اگه نشد دو هفته یک بار. فکر نکنید فقط پدر خانواده یا مادر خانواده این کار باید بکنه، حتی بچه ها میتونن این کار رو بکنن. یه دختر دانشجو، یه پسر دانشجو میتونه عزیزان خودش و دوستان خودش اینا رو بگه که من دوشنبه ها خونم. اولا اینقدر دلها خوش میشه که بدونن یه جایی هست که آدم میتونه بره اونجا پذیرایی کنن ازش. ما خیلی دلخوشی داشتیم زمانهای قدیم که میدونستیم یه جاهایی هست که هر روز نگاه میکنیم، امروز چندشنبه، سه شنبه، امروز سه شنبه استاد همایی جلسه داره، عصر میریم اونجا. میرفتیم اونجا، چه بزرگوارانی بودن، چای به ما میدادن، پذیرایی میکردن، حرفای خوب میزدن، هیچ منتی هم بر ما نداشتن، گاهی کتاب هم به ما میدادن، اگه کتابی هم اضافه داشتن میدادن. و دلها خوش میشد. اگر که هر کسی تو این شهر 100 جا، 200 جا، 500 جا، 1000 جا، 2000 جا وجود داشته باشه که آدم فکر بکنه که امروز من میتونم، اگر که دلم گرفت، اگر خسته بودم از روزگار، اگر که قصه های منو گرفته، برام یه جایی دلم باز بشه. خیلی مهمه این دپرسیون ما نباید بگیریم. دپرسیون رو اون کسی باید بگیره که از ادبیات دوره. قصه در آن دل رود که از هوس او توهیست. اگه یه هوس بزرگ تو دلت هست، میخوای یه کسی بشی که نباید قصه بخوری دیگه. قصه مال اونایی است که هیچ کاری تو هوسی ندارن، همین میخوان ادامه حیات بدن، نمیشه، یه سنگ هم میاد جلوشون وامیسه، از قصه دق میکنن، دپرسیون میگیرن، بعد دچار بیماری روانی میشن، بعد شیزوفرنی میگیرن، بعد هزار مشکل بر خودشون پیدا میکنن. برای ما که این همه ادبیات لطیف داریم و این همه عوامل شادی بخش داریم در فرهنگمون، اصلا نباید کسی قصه بخوره. قصه کلا حرامه. من اینو اضافه کنیم به لیست محرمات که گر غم خوریم خوش نبود، به که می خوریم. شرابم شراب درجه یک براتون آوردن، نه از این شرابا که بعدش صدا و سردرد و زر بدبختی داره. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. نه سردرد داره، نه خمار داره، شراب درجه یک. هرچی بیشتر بخوری اون وقت شراب یه چیزش داره، یه مقداری که آدم خورد دیگه نمیتونه. عسل شما دو تا انگشت که خورد دیگه نمیتونی بخوری. اما عجیب از این عسل، مولانا میگه این غزلیات من اینا رو اسمش رو میذارن غزل، اینا بحر غزل نیست، بحر عسله. پیام داد مرا بام داد بحر عسل، که موج موج عسل بین به چشم خلق غزل. نمیتونه غزل، این غزل نیست. 2000 بار هر دم تو بخوانی این غزل را، اگر آن سوی حقایق طیران او بدانی. اگر بدونی 1000 دفعه این شعر رو میخونی سیر نمیشی اصلا. هرچی آدم بیشتر لذت میبره، بیشتر باز شوق پیدا میکنه. این لذات مادی اشکالش اینه که آدم یه خورده که لذت برد بعد دیگه سیر میشه، و یه خورده بیشتر اصلا به کلی بیزار میشه. اورژن تراپی میگن فرنگی ها، یعنی آدم اصلا بیزار میشه از اصلا کل اون لذت. اما اینجا هیچ انسان اشباع نمیشه و هی شادی پشت شادی. این نویسنده و منقد بزرگ هنری غرب جان راسکین انگلیسی میگه که من یکی از قصه هام، البته شوخی میکنه چون قصه نداشته، میگه یکی از قصه هام اینه که دیگه نمیتونم در دوران پیری آثار سر والتر اسکات رو بخونم، برای اینکه 100 دفعه خوندم. با وجود این که میگه که این دفعه خوندم، ولی هر دفعه برمیدارم یه 2 ساعت بعد میذارم زمین، هم کافیه کتاب رو بردارم. اینقدر این سرچشمه ها فیاض و غنی و الهام بخش و حیات بخش، آدم زنده میشه، اصلا زنده میشه، یه حیات معنوی پیدا میکنه، یه آدم دیگه میشه. آدمی که بیاد توی فرهنگ ادبیات، ادبیات جهان و تو اون سرزمین طلا، اونجا یه حیات دیگری پیدا میکنه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام. بنابراین شما هم بیاید اولا این جلسات رو حداقل اقلش اینه که دور هم جمع میشین همدیگه رو میبینین. هفته یه روز افراد میان شما رو میبینن، مزاحم شما هم نیستن، میدونن که این خودش گفته، حسن آقا، فلان خانم، که من امروز خونم، بنابراین مزاحمتی نیست، ما میریم اونجا. این خیلی خوبه از نظر روحیه اجتماعی، از نظر سلامت روحیه افراد خیلی خیلی خوبه. ثانیا اونجا یک پذیرایی فرهنگی میکنید و اون پذیرایی فرهنگی به دوستانتون هم بگین شما هم اگر که دستون رسید یه چیزی بردارین بیارین. میگه من این دفعه یه ربایی برات آوردم. اون یکی میگه من یه شعر خیلی خوب برات آوردم. منی که
لفظ شراب از کتاب می شستم، میگه من این که رو مثلا خوشم اومده خواهم بر شما بخونم، من این که لفظ شراب از کتاب می شستم زمانه کاتب دکان می فروشم کرد. این نشون میده به آدم که نباید مغرور بشی، فکر بکنی یه مرتبه روزگار یه چرخی میخوره آدم گرفتار میشه. بنابراین به دوستانتونم بگین که اونا هم همکاری بکنن، یه چیزایی هر هفته بیارن اونجا. هیچ سعادتی بالاتر از این نیست که آدم به خاطر خدا و به خاطر زیبایی و خوبی و خیر دور هم جمع شه، از احوال هم با خبر میشین، مشکلات هم دیگه مطلع میشین، بعد در رفع مشکلات هم دیگه کوشا هستین و حداقلش اینه که اشاعه فرهنگ میشه، یعنی همه این به اون میگه اون به اون میگه و بعد اینا رو میتونید جمع‌آوری بکنید، مطالبتون رو پلی‌کپی بکنید به مجالس دیگه بدین که من این مطالب رو دارم، شما مگر تو جلسه‌تون خواستین بذارین از این شعرها میتونید استفاده کنید. من یه کتابی اخیراً، یعنی یه سری کتاب آغاز کردم که انشالله اولیش به نام 365 روز با سعدی، بعدیش 365 روز با مولانا، 365 روز بالاتر از همه اینا با قرآن، که هر روز آدم بلند که میشه یه آیه قرآن رو میخونه و معنیش هم نگاه میکنه و اینو نصب العینش قرار میده، میتونه با دست خودش بنویسه بزنه به دیوار که امروز آیه خونه ما اینه، به بقیه هم خبر بده که امروز این آیه رو ما برگزیدیم و بذاریم جلو چشممون. یه وقت میبینید سر سال آدم همه لطائف معنوی قرآن رو به دست آورده، چون 360 کم نیست، تمهای اصلی قرآن محدوده چون تکرار میشه به مناسبت‌های گوناگون، اگرچه که اون تکرارها لطائفی داره ولی به هر حال تم اصلی همونه. علاوه بر این که میتونید در این جلسات یواش یواش نطفه یک گروپ ریدینگ رو بذارین با خودتون، یعنی چند نفر که دیدین با هم عقیده و همراه هستین بگین که خب ما میخواییم با هم دیگه شروع بکنیم کلاسیک ها رو بخونیم، کلاسیک های جهان رو بخونیم. کتاب های خوب ادبیات جهان 100 جلده، اون 54 تا رو از فرهنگ دیگه هم اضافه کنیم بهش، اون مال غرب فقط اضافه بکنیم بهش، 100 جلد کتاب میشه. اگر آدم به تدریج با این 100 کتاب انس بگیره، اولا یه توانایی درش پیدا میشه که دیگه هر کتابی رو نمیتونه قبول بکنه. این همه کتابا که الان مینویسن 99% به هیچ دردی نمیخوره جز اینکه کاغذ رو حروم میکنه و چاپ رو مصرف میکنه و آدم ها هم خبر ندارن که میرن مثلا میگن آقا این کتاب بخونیم برای بچه هاشون کتاب قصه، نمیدونن چی بخرن. ولی اگر دقیقا آدم دنبال اون کتاب به خصوص باشه، میارزه که آدم مدت های مدید بگرده اون یه دونه کتابی که خیلی خوبه اون انتخاب بکنه و همون یه دونه رو بخونه، اون یه دونه ممکن زندگیش رو عوض کنه. ولی من میتونم 1000 جلد کتاب بهتون لیست بدم که یک پول سیاه نیارزه و ضمن خیلی هم معروفه، ممکنه بعضیش هم بست سلر بشه در دنیا یه دهه دو تا دهه، ولی کتابایی هست که در طول تاریخ بست سلر بوده. حالا من از اینجا شروع میکنم، فقط یه اشاره به فرهنگ یونان میکنم، یونان و روم، چون کلاسیسیزم وقتی میگن فرهنگ کلاسیک، چون سبکای اروپایی دو تا سبک اصلی، یکی کلاسیک یکی رمانتیک. کلاسیک به مکتبی گفته میشه که ملهم از یونان قدیم و روم باستانه، اینو میگن کلاسیک. که در رنسانس هم که میگن رنسانس، یعنی تجدید حیات، یعنی بازگشت به روم کلاسیک و یونان کلاسیک. بعد سبک رمانتیک رو هم تو اروپا فقط توی ادبیات انگلیس و امریکا، چون نمیرسیم بقیه اونا، فقط من لیست کتاب‌های مهم رو و اهمیت اونها رو امروز بتونم خاطر نشان بکنم براتون. خنده کن تا درد شادمان است، راز فرداز چشمت نهان است، در تأمل هزاران زیان است، پس بیا بوسه ده بر رخ من ای نگارین بوت 20 ساله، چون جوانی گلی بی دوام است، خیز و پر کن برایم پیاله. و سلام.